مأموریت نظامی آمریکا پس از 20 سال حضور در افغانستان به پایان رسید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نشر اعلامیه ختم طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید با ختم مأموریت نظامی آمریکا مأموریت دیپلماتیک آغاز می شود. رهبران طالبان خروج آمریکا از افغانستان را یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان خوانده و آن را پایان اشغال عنوان می کند. رهبران طالبان بر حفظ وحدت و یکپارچگی مردم برای آبادی کشور تاکید کرده و از تمامی اقشار جامعه می خواهند تا در آبادی این کشور سهم بگیرند. با خروج نیروهای خارجی از میدان هوایی کابل اکنون این میدان هوایی از سوی طالبان اداره می شود. اعضای رهبری طالبان خواهان روابط نیک با کشورهای همسایه و جهانند. گزارشی از بصیر عبادی. بر اساس توافق آمریکا و طالبان در دوحه آمریکا به حضور 20 ساله نظامیش در افغانستان پایان داد. آخرین نظامی آمریکا ناوقت دوشنبه شب افغانستان را ترک کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان ختم شد، اما حالا مأموریت دیپلماتیک ما آغاز شده است. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. So here's our plan for the days and weeks ahead. First, we built a new team to help lead this new mission. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress. Given the uncertain security environment and political situation in Afghanistan, it was the با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید کنترل میدان هوایی کابل در اختیار طالبان است و تلاش می شود که رفت و آمد به گونه عادی از طریق میدان هوایی کابل از سر گرفته شود. میدان هوایی کابل کاملا به تصرف امارات اسلامی افغانستان در آمده و امنیت شام کاملا تامین است. مجاهدین ما در تمام ساحات میدان هوایی نیروهای ما جابجا شدند و ما اطمینان کلی میتیم که انشاءالله میدان در امن خواهد. رهبران طالبان در یک گردهمایی در کابل میگویند با خروج عساکر آمریکایی از افغانستان اشغال ختم شد. به گفته آنان با خروج نیروهای خارجی کشور از اشغال بیرون آمده و این یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان است. آنان همچنان میگویند حال آنچه که مهم است تأمین امنیت سراسری در کشور است و اطمینان میدهند دیگر جنگ نخواهد شد. بگاه پا دول سو بجو بنده آخری عسکر دی امریکایان و دی اشغالگران بود. میدان هوایی رسمان مظلوم ولس خپلواک ولس افغانستان اسلامی امارت د سلطې لاندې راغی. نن الحمدلله نه په فضا کې او نه په ځمکه موږ حرکت د اشغالګرو وینو. این عضو رهبری طالبان میگوید خواهان روابط نیک با همسایگان افغانستان است و وعده میدهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. دی افغانستان خاوره به ایس کلا دی گاونډیانو په ضد باندې استعمال نسی. هغه قوت هغه طاقت چې اطمینان گاونډیانو ته ورکوي هغه اسلامی امارت ده. اسلامی امارت دا ځواک او دا قوت الله ورکړی چې خپلو گاونډیانو ته اطمینان ورکړي چې تاسې مطمئن اوسئ. د اسلامی امارت له ځواک او له قوت نه په سر دی افغانستان باندې پیل حاله هیڅوک نشته چې هغه چاته اطمینان ورکړي. که ګاونډیان ښه افغانستان غواړي، آباد افغانستان غواړي، ښه ګاونډ افغانستان غواړي، نو دغه ادرس د افغانستان اسلامی امارت. در همین حال شماری از استادان دانشگاه خطاب به طالبان میگویند از عوام فریبی دست بردارد و با قضایا حوصله مندانه برخورد کند. این اول را که شما انتخاب کردین اگر ای را به عنوان یک تکتیک، به عنوان یک خدا نعوذ بالله انتخاب کردین، ای را به انجام مطلوب نمی رسه. ولی اگر بر مقتضای ایمان و عقیده ای سیاست که یک سیاست شرعی است شما آغاز کرده باشین، پیامدش پیامد بسیار گواراست. برخی از آگاهان میگویند حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان برخی تحولات را در کشور رقم زد، از جمله با شدن دروازه های مکاتب، ساخت و سازهای پل و پلچک و چندین مورد دیگر انجام شد. اما حال آمریکا در حال افغانستان را ترک کرد که 18 میلیون نفوس افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. فعلا اجالتا افغانستان 18 میلیون نفر در خطر
فقر است، در خطر گرسنگی است، اطفال در خطر گرسنگی هستند، جامعه بین المللی می خواهد که کمک بشری را ادامه بده و ما باید کمک کنیم که این کمک ها یه بشری ادامه بیفته در افغانستان. باید با طالبان صدا بزنیم که راه را باز بانند که جامعه بین المللی بتونه که کمک ها را ادامه بده. آمریکا پس از حمله شبکه القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به برج‌های دوقلوی تجارتی نیویورک به هدف مبارزه با تروریسم جهانی وارد خاک افغانستان شد. با آمدن آمریکا شبکه القاعده و طالبان افغانستان را ترک کرد، اما جنگ همچنان ادامه یافت. در نهایت آمریکا به نیروهایش در افغانستان کاهش داد و در 2 سال اخیر با طالبان وارد مذاکره شد. خروج نظامیان خارجی از افغانستان یکی از مواد اصلی توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا بود. اما قبل از خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، اشرف غنی از کشور فرار کرد و نظامی که آمریکا خود در ایجاد آن نقش داشت از هم پاشید. همزمان با خروج نیروهای خارجی، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه از طالبان خواست مانع کسانی که خواهان خروج از افغانستان هستند نشوند. این قطعنامه که از سوی آمریکا، فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شده بود، همچنان درخواست میکند که طالبان حقوق بشر را محترم شمرده و با تروریسم مقابله کند. از طرف دیگر طالبان نیز میگویند کسانی که میخواهند سفر داشته باشند میتوانند با اسناد قانونی خارج شوند. در حالی که آخرین سرباز آمریکا یک روز پیش از مهلت خروج کشور را ترک کرد و به این ترتیب علاوه بر ختم عملیات خروج افراد به جنگ 20 ساله خود پایان دادند، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از طالبان می‌خواهد به کسانی که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند اجازه دهند. نشست شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد فرانسه، آمریکا و بریتانیا برگزار شده و خواستار اجازه دادن فعالیت‌های بشردوستانه کشورها به افغانستان نیز می‌باشند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید طالبان را مسئول گفته‌هایشان می‌داند. طالبان هم به صورت علنی و خصوصی گفته است که اگر شهروندانش خواستار خارج شدن از افغانستان باشند ممانعتی به عمل نخواهد آورد و ما آنها را مسئول این گفته هایشان می دانیم. جنرال کنت مکنزی فرمانده سندکام نیز اعلام کرد عملیات خارج کردن شهروندان آمریکایی و افغانان آسیب پذیر به پایان رسیده است. نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان خارج شدند و عملیات خارج کردن شهروندان آمریکایی و شهروندان آسیب پذیر افغانستان هم به پایان رسیده است. We have evacuated more than 6,000 U.S. civilians, which we believe represents the vast majority of those who wanted to leave at this time. طالبان بار دیگر تأکید دارند که مانع سفرهای قانونی مردم نخواهند شد. اگر کسی میرفت افغانا حق دارند برای خود زندگی امنیت و آرام را برگزینند و ما برشان با زمین سازی خواهد کردیم. از ولی از طریق مجراهای قانونی که باید پاسپورت و ویزا داشته باشند از طریق میدان هوا انشاءالله باز پرواز خواهد کرد. پس از سقوط کابل، آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف اعلام کردند شهروندان و همکاران محلی خود را از افغانستان خارج می‌کنند. در بیش از 10 روز گذشته این کشورها حدود 130,000 شهروند آمریکایی، بریتانیایی و شهروندان دیگر کشورها و همکاران و پیمانکارانشان را از افغانستان بیرون کردند. با این حال مقامات آمریکایی اذعان کردند که برخی از شهروندان این کشور هنوز هم در افغانستان باقی مانده‌اند. عملیات خروج افراد توسط کشورهای خارجی از میدان هوایی با چالش‌های زیادی همراه بود. از کشته شدن دست کم 25 نفر در تیراندازی‌های پراکنده و تجمع بیش از حد گرفته تا کشته و زخمی شدن حدود 400 نفر دیگر در 2 انفجار. انفجارهایی که گروه داعش مسئولیت آنان را بر عهده گرفتند. سازمان نجات کودکان اعلام کرده است که در 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان حدود 33,000 کودک کشته و یا معلول شدند.
بر اساس آمارهای این سازمان در 20 سال گذشته به طور اوسط در هر 5 ساعت یک کودک کشته و یا ملول شدند. این سازمان آمار ارائه شده را بازتاب تکان دهنده از بهای جنگ برای کودکان عنوان کرده است. این خبر همزمان با خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان اعلام شده است. جامعه خبرنگاران از چند به این طرف به دلیل وضعیت آشفته سیاسی و اقتصادی کشور از آینده ناروشن نگرانند و میگویند که جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها آنها را نباید فراموش کنند. خبرنگاران میگویند مشکلات جدی امنیتی دامنگیر کارمندان رسانه‌ای کشور است و هیچ تضمین وجود ندارد که جان آنها مسئول میماند. قاسم عادل‌زاده گزارش میدهد. همزمان با خروج مکمل نیروهای خارجی از کشور، خبرنگاران از وضعیت مبهم و نامعلوم سیاسی به شدت ابراز نگرانی نموده و از جامعه جهانی می‌خواهند که خبرنگاران را نباید به فراموشی بسپارند. آنان با انتقاد از جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که این نهادها تاکنون هیچ کاری برای خبرنگاران انجام ندادند و اگر توجهی صورت نگیرد و خبرنگاران جان خود را مسئول احساس نکنند، جامعه رسانه‌ای با مشکلات جدی در کشور خواهند شد. متاسفانه در حال حاضر بیشترین رسانه‌ها سقوط کرده. آینده خبرنگارا، کارمندان رسانه‌ای چی میشه؟ وقتی که هیچ تضمینی برای زندگی وجود نداشته باشه، مجبور هستیم ترک وطن بکنیم و پا به فرار بگذاریم. ما همواره از جامعه جهانی، از سازمان ملل درخواست کردیم، تقاضا کردیم بارها که خبرنگاران جانشان در خطر هست و هیچ تضمینی وجود نداره، حداقل بتونن اینها را به یک کشور انتقال بدن تا اینکه اینا یک زندگی آبرومندانه داشته باشن. اما متاسفانه تا به حال هیچ پاسخی قناعت بخش ما از طرف مقابل دریافت نکردیم. این خبرنگاران همچنان میگویند که سالها برای رشد آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان کار کردند و اکنون که شرایط کشور تغییر کرده است، آنان افزون بر از دست دادن کارشان با تهدید بالقوه امنیتی و اقتصادی نیز مواجه هستند. آنان از جامعه جهانی میخواهند که طرحی را برای خروج مسئولین خبرنگاران افغان با بیرون از افغانستان روی دست گیرند. ما شخصا از تمام کسایی که در رأس ژورنالیستان کار میکنن و حامیانشان هستن خواهش میکنم یه هستن که باید حداقل به داد ما برسن و همی به خواست ما لبیک بگوین و ما را از اینجا انتقال بدن، چون که همه ما بخصوص قشر اوناس خیلی فعلا در معرض خطر قرار دارن. ما خواست ما از جامعه جهانی و سازمان ملل اتحادیه اروپا و سازمان های حمایت از خبرنگاران این است که بالاخره با این وضعیت فعلی که امروز خبرنگاران و فعالان مدنی در یک بحران بد زندگی میکنند، همینا را انتقال بدن به کشور امن تا اینکه جلوگیری شود از فاجعه که امروز دامنگیر خبرنگاران فعالان مدنی شده. با گفته آنان تا کنون افراد زیادی دیگر از نام خبرنگاری استفاده کرده خودشان را از کشور خارج ساختند. خبرنگارانی واقعی اما تا حال به داخل کشور در یک وضعیت آشفته و سردرگم به سر میبرند و حالا هم هیچ نهادی نیست که در این روزهای دشوار با آنها همکاری کند. با این وجود دردناک و غیر قابل تصور است که خبرنگارانی که خود حلال مشکلات دیگر اقشار جامعه هستند، اکنون با مسائل و چالش‌های جدی در کشور مواجه‌اند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجران میگوید یک فاجعه بزرگ بشری در افغانستان در حال رخ دادن است. فیلیپو گراندی رئیس این سازمان هرچند ماموریت کشورهای مختلف را برای بیرون کردن یک تعداد افغانها از کشورشان ستایش کرده، اما گفته است که بعد از ختم این ماموریت بخش اعظم نفوس افغانستان در شرایط ناگوار در داخل این کشور میمانند و به کمک‌های بشری نیازمندی جدی خواهند داشت. فیلیپو گراندی از دولت‌ها، مؤسسات خیریه، سازمان‌های بشری خواسته که باید در پهلوی افغان‌ها باقی بمانند و با آنها کمک کنند.